دوستان گرامی من، با درود و با احترام برایتان شادی و سرفرازی و توانمندی و خوشکامی رو آرزو می کنم و خواستارانم که عشق و مهر و الفت و دوستی رو همیشه سرلوحه زندگیتون قرار بدهید و آرامش و آسایش رو برای همگان بخواهید و به آنها یاوری کنید. 15 قسمت از قصه عباس میرزا و ترکمانچای رو براتون عنوان میکنم، تحت عنوان مژدکن در پیکر افسردگی ایران باز جان آوید، امید آوید، توان آوید. باز در باغ ستاراج دی آزرده، بلبل آوید، لاله آوید، ارغوان آوید. پهلوانی با درفش کاویان آوید، آفریدون آوید و ایران ویران را مأمن آزادگان سازد. بر فراز خانه ما، میهن ما باز، پرچم ایران برافرازد. شیر با شمشیر با خورشید، باز در عالم سرافرازد. دوستان مهربانم، در آخرین برنامه قسمت عمده از قرارداد ترکمانچای رو براتون تعریف کردم و ملاحظه فرمودید که جناب فتح علی شاه در کمال دست دلبازی اون چرا که به نظر خودش لازم بود به روزها بخشید. مشهور است که 17 شهر قفقاز و اطراف آن رو که یکی از آبادترین و پرسرمایه ترین ایالات ایران بود، یک جا به روزها واگذار کرد و بیشتر مسئله ای رو که نویسندگان اروپایی و نویسندگان ایرانی، به خصوص نویسندگان روسی، نویسندگان انگلیسی به آن توجه کرده اند، مسئله کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی است که برای نخستین بار جناب فتح علی شاه به موجب این قرارداد به دولت روسیه واگذار کرده است، که در این زمینه مباحث فراوانی هست و نشان می‌دهد که دولت قاجارها نه تنها ملت ایران رو براشون احترامی قائل نبودن، اصولاً آنها رو جزء متصرفاتی می دانستن که جناب آقا محمد خان قاجار به ضرب شمشیر در تصرف خود در آورده است و اینک پادشاهان قاجار هم آنها را اعم از اموال، املاک، سرزمین ها، حیوانات، دام ها، مزارع و انسان ها، همه آنها را جزء مایملک خودشون می دونستند و هیچ ابایی از این نداشتند که آنها را ببخشند یا واگذار کنند به دیگران و اصولا
برای آنها ملتی به معنای واقعی معنی خاص نداشت. توجه دارید در یک قسمتی از همین مواد گفته می شود که قضاوت کنسولی رو برای نخستین بار به دولت روسیه واگذار می کنند. معنیش این بود که به آنها اجازه می دهند که به جای محاکم ایران، به جای دستگاه های قضایی ایران، به جای دستگاه های انتظامی ایران در هر موردی خود اونها تصمیم بگیرند و عمل کنند. و این امر به کلی سرنوشت ملت ایران رو تغییر میداد، زیرا یه دولتی بیگانه کنسولش رو اینجا در مملکت ایران مختار و مجاز کرده است تا به سرنوشت مردم ایران حکومت کنند و تصمیم بگیرند. در این زمینه نوشته های فراوانی وجود داره، من جمله آقای علی اصغر شمیم در کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار بحث میکنه به تفصیل، که من مختصری از اون رو براتون میگویم. ایشون میگوید که کاپیتولاسیون قضایی یا حق قضاوت کنسولی که اعطای آن به یک کشور بیگانه واگذار می شود تحقیقا نشانه یک نوع تحت الحمایگی نسبت به آن کشور است. بعد گفته می شود که ایشون نقل می کنه از رابرت گرانت واتس انگلیسی، کتابی است به نام تاریخ قاجار که این انگلیسی نوشته است و ترجمه عباس قلی آذری هست. در آنجا بحث بسیار مفصلی دارد که نمایندگان دولت روسیه تزاری در معاهده ترکمانچای و متمم آن مواردی رو گنجانیدن که مفهوم آن دقیقاً یک نوع دست نشاندگی و تحت الحمایگی ایران نسبت به روسیه است. از آن جمله در نظر گرفتن تشریفات خاص برای ورود سفرهای دولت به ایران و یا آن که پرداخت غرامت جنگ به دولت روسیه و مهلت پرداخت و شرایط دیگر آن که عنوان کرده بودند که اگر این اقساط غرامت تا یک روز معینی پرداخت نشود روسیه مجاز است که تمام ایالت آذربایجان رو برای همیشه از ایران جدا بکند و زیر سلطه خودش بگیره و برای آن یک حکومت جداگانه تشکیل بدهد، که اگر یادتون باشه اصولا حکومت پیشوری یکی از مختصاتش همین مسئله بود و میخواستند که از همین طریق او رو جدا بکنند و ترتیباتی براش بدن و بگویند که جزء دولت روسیه خواهد بود. اما اون چرا که بایستی بهش توجه بکنیم این است که متاسفانه در آن دوران حق قضاوت
کنسولی بسیار بسیار با گشاده دستی به روزها واگذار شد که در این مواد براتون یکی یکی میخونم که توجه کنید. گفته شده است که چون بنابر رسم معمول در ایران برای اتباع بیگانه دشوار است خانه و مغازه و جایگاه مناسب برای انباشتن کالاهای خودشان بیابند، دولت ایران به اتباع روسیه اجازه می‌دهد که برای خودشان خانه برای سکونت یا مغازه و نیز جایگاه برای انباشتن کالاهای خودشان یعنی انبار یا اجاره کنند یا بخرند و مالک قطعی آن باشند و کارگزاران دولت ایران هرگز جبران نمی توانند وارد این خانه ها و مغازه ها و جایگاه های مزبور بشوند مگر آن که قبلا از وزیر مختار یا کاردار یا کنسول روسیه اجازه لازم گرفته باشند که همراه آنها یک مترجم و یکی از کارکنان رسمی سفارت روسیه باشد تا در بازدید خانه یا کالا حضور یابند و تصمیم قطعی و آخر رو کنسول خواهد گرفت. بعد باز دو مرتبه میگوید که همچنین وزیر مختار یا کاردار اعلی حضرت امپراتور یعنی کارگزاران روسیه کنسول ها و مترجمان چون چیزهایی رو که برای تنپوششان لازم است و بسیاری از خوراکی هایشان را حتی که نمی توانند در ایران تعیین نمایند می توانند که همه آن چیزها و لوازمی رو که در نظر دارند و برایشان ضرورت دارد معاف از حقوق و عوارض گمرکی وارد کنند و کارگزاران رسمی اعلی حضرت شاه که در ایالت امپراتوری روسیه نیز مقیم هستند در این زمینه همین حق رو دارند. خب اما اتباع ایران اینجا خوبه، اتباع ایران که جزء گماشتگان وزیر مختار یا کاردار یا کنسول ها هستند و به خدمت ایشان نیازمند می باشند تا هنگامی که گماشته مقامات روسیه هستند از پشتیبانی آنها بهره مند می گردند و برابر با اتباع روسیه خواهند بود در نظر قوانین ایران. اما اگر احتمالاً پیش بیاید که یک تن از ایشان به جنایتی مقصر بشود و بدان سبب مستلزم کیفری گردد که قانونهای موجود ایران بر آن حاکمیت دارد، در این صورت قبل از هر اقدامی وزیر ایران یا حاکم و در غیاب او کارگزار محلی مسئول بیدرنگ به وزیر مختار، کاردار یا کنسول روسیه که آن مقصر در خدمت اوست رجوع خواهد کرد تا آن که به دادگاه سپرده شود. اگر این تقاضا متکی به دلایلی باشد که تقصیر آن متهم را برساند، وزیر مختار، کاردار یا کنسول بایستی قبلاً رضایت خود را در این زمینه اعمال بنماید.
توجه میکنید که همه محاکمه ها و کارهای اختلاف آمیز در میان اتباع روسیه تنها مورد دقت و تصمیم نمایندگان یا کنسول های اعلی حضرت امپراتور و بنابر قوانین و رسوم امپراتوری روسیه قرار خواهد گرفت. یعنی که اگر در ایران مثلا بین تعدادی از این آقایون اشکالات و اختلافاتی پیدا بشود، تنها مقامات روسیه می توانند در اون زمینه مداخله کنند. همچنین محاکمه ها و اختلافات در میان اتباع روسیه و اتباع دولت دیگر. ها، هنگامی که در میان اتباع روسیه و اتباع ایران یا دیگران اختلافی در بگیرد و لازم باشد که این محاکمه و اختلاف ها به حاکم یا فرماندار رجوع بشود، تنها و تنها با اجازه وزیر مختار یا کنسول ایران خواهد بود و بعد هم با حضور مترجم و نمایندگی کنسول، و بعد هم همین که این محاکمه ها به پایان میرسد دیگر نمیتوانند به هیچ وجه به آن قضایا بپردازند. و اگر موردی پیدا بشود بدون آن که وزیر مختار یا کاردار یا کنسول روسیه را آگاه کنند، حق ندارند که دیگر راجع به آن مسئله در مراجع ایران طرح پرونده کنند. قبلا بایستی اجازه وزیر مختار و کنسول روسیه را گرفته باشند. البته هنگام قتل یا جنایت دیگری که اتباع روسیه در ایران از آنها سر بزند، قضاوت آن تنها وظیفه وزیر مختار یا کاردار یا کنسول روسیه بنابر حق قضاوتی که درباره هموطنانشان به ایشان داده شده است خواهد بود. اگر یکی از اتباع روسیه یا کسانی که از ملت دیگری هستند به محاکمه جنایی جلب بشوند، به هیچ وجه نمی توانند آن را دنبال کنند و گرفتار کنند مگر آن که قبلا از وزیر مختار و کنسول اجازه این کار را گرفته باشند. و اگرگاه یکی از اتباع روسیه متهم به جنایتی شده باشد، دادگاه های کشور نمی توانند به رسیدگی و قضاوت در این جنایت بپردازند مگر در حضور فرستاده نمایندگی یا کنسولی روسیه. اگر این نماینده در محل نباشد، ناگزیرند کارگزاران محل مقصر را به جای انتقال بدهند که کنسول یا گماشته رسمی روسیه در آنجا حضور داشته باشد. و بعد از آنکه این محاکمات فرضی هم انجام بشود و اسناد و مدارک معتبر ارائه بگردد و متهم با اطمینان کامل به جنایت محکوم بشود، بایستی توجه بکنید، بایستی مقصر رو به وزیر مختار یا کاردار یا کنسول اعلی حضرت امپراتور بسپارند و آنها او را به روسیه میفرستند تا آنکه
در روسیه کیفر قانونی به آنها داده شود و از این حیث محاکم ایران حق هیچ گونه اظهار نظر یا مداخله ای رو نخواهند داشت. خب امیدوارم که به این مطالب خیلی خوب توجه کنید. وقتی صحبت از کاپیتولاسیون هست و روشن میکنیم که اسمش هست قضاوت کنسولی و وقتی که اینطور اختیاری به قضاوت به کنسول ها داده می شود که به جای دادگاه ها، به جای مراجع قضایی، به جای مراجع انتظامی ایران تصمیم بگیرن، یعنی این که عملا ملت ایران رو به تحت الحمایگی آنها دادن و از همه مهمتر در اینجا گفته می شود که اگر کسانی که ایرانی هایی که در خدمت مقامات روسیه در می آیند در هر رده و به اصطلاح طبقه باشند، تا زمانی که در خدمت آنها هستند که در قانون اسمشو گذاشتن گماشتگان روسیه هستند، آنها از تمام این مقررات و قوانین استفاده میکنن. یعنی دولت ایران هیچ گونه حاکمیتی بر این ایرانی هایی که به عنوان گماشته در خدمت این مقامات روسیه در ایران هستند ندارند و آنها هستند که تصمیم میگیرند و هر نوع مجازاتی رو اونها فقط تعیین میکنن و دولت ایران حق نداره. تازه اگر هم روزی روزگاری موضعی پیش بیاید که دولت ایران اونها رو محکوم بکند، بایستی حتی این ایرانی ها رو به مقامات روسی تحویل بدهند تا آنها خود تصمیم بگیرند که آنها را به کشور روسیه اعزام کنند و در آنجا آنها را آیا مجازات بکنند یا اینکه مجازات نکنند. اینها مطالبی است که به عنوان کاپیتولاسیون برای نخستین بار به ایران تحمیل شد و یک بار هم به اختصار براتون توضیح دادم که بعد از اینکه این قانون تصویب شد در ایران و پذیرفتند و این عهدنامه را پذیرفتند، و چون اون زمان که مجلس و اینها نبود که خود عباس میرزا اینو امضا کرد و جناب فتحعلی شاه هم اون رو توشیح کرد به اصطلاح و این مورد عمل و اقدام بود، این قانون تا تمام دوران قاجاریه عمل میشد و به همین جهت تمام دول اروپایی که با ایرانی ها رابطه داشتند از همین قانون سوء استفاده کردند و به محض اینکه ایران با آنها یه قراردادی میخواست ببنده، اولین مطلبی که عنوان میشد همین قانون قضاوت کنسولی بود که اونها هم خواستار آن بودند. یعنی ایران پاره 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 شده بود بین دول اروپایی و نمیدونم که در این در به اصطلاح دفعات قبل براتون گفتم یا نه، آخرین بار هم دولت امریکا وقتی که دولت در دوران گذشته دولت ایران خواست که از قراردادی برای به اصطلاح اجرای پاره مواد نظامی در ایران بنویسد و آنها را وادار بکند که بیایند و ایرانی ها رو آماده کنند برای خدمات، این بود که توانستند چنین قراردادی رو
اعمال بکنند به ایران. دوستان عزیز من، امیدوارم که این قضايا را به خوبی دریافته باشید و امیدوارم که ایرانیان بیدار بشوند و روزگارشون رو حفظ بکنند. روز و روزگارتون خوش.